به اطلاع می‌رساند که کانون فرهنگی ایرانیان اتلانتا مرکزی فرهنگی غیر سیاسی، غیر مذهبی، غیر انتفاعی و مستقل است که به هیچ ارگان و سازمانی وابستگی ندارد و فقط با عضویت دوستان و کمک ایران دوستان به حیات خود در طول 32 سال ادامه داده و خواهد داد. با عضویت خود از کانون حمایت کنید. قبل از معرفی سخنران عالی‌قدر و پزشک حاذق و هنرمند ارزشمند امشب، دو برنامه آینده کانون رو اعلام می‌دارم. جمعه 12 نوامبر ساعت 7:30 شب به وقت شرق آمریکا سخنرانی آقای محمد کاویانی تحت عنوان انواع موسیقی در شعر فارسی که من بی‌صبرانه منتظر جمعه هستم. سه شنبه 16 نوامبر ساعت 7:30 شب به وقت شرق آمریکا نمایش فیلم سینمایی من اکبر اعتماد اتم میشکنم به کارگردانی آقایان وحید حسینی و احمد رضا گنجی. حال به معرفی دوست عزیز و سرور خودم امشب خانم دکتر قدسی مدنی میپردازم. خانم دکتر قدسی مدنی مدرک پزشکی خود را از دانشگاه علوم پزشکی تهران دریافت کردند و سپس 9 ماه مستقیما تحت نظر دکتر محمد غریب، پدر پزشکی اطفال در ایران، در بیمارستان کودکان دوره انترنی را گذراندند. سپس به آمریکا آمدند و 3 سال دوره تخصصی کودکان را در دانشگاه فلوریدا گذرانده و فلوشیپ نیونیتال در دانشگاه کالیفرنیا گذرانده و سپس سالها رئیس NICU نیونیتال ICU بودند تا اینکه از یکی از بیماران یک ویروسی به ایشون منتقل شد که ایشان را مریض و وادار به تعویض رشته نمود. در نتیجه ایشون فلوشیپ آلرژی و امیونولوژی رو در هاربرز UCLA و UCLA به مدت 3 سال دیگر گذراندن و متخصص آلرژی و امیونولوژی شدند و به مدت 35 سال در مطب خصوصی در تورنس کالیفرنیا به معالجه بیماران پرداختند. ایشان طب اطفال نیونیتال و آلرژی و امیونولوژی رو 2 فوق تخصص در این زمینه ها داره و مقالات متعددی در این زمینه به چاپ رسانیدن و عضو انجمن American Academy of Pediatrics و آلرژی و امیونولوژی آمریکا هستند. 5 سال پیش خانم دکتر مدنی خود را بازنشسته کردند تا به علایق دیگرشان در زندگی برسند. در نتیجه ایشان در دانشگاه محلی خود ثبت نام کرده و در رشته هنر پست رنسانس و فلسفه و ادبیات مطالعه کردند و نیز بالروم دنسینگ را در 2016 آغاز کردند و اکنون در مسابقات ملی شرکت می‌کنند و جوایز چندانی نیز به دست آوردند. در دوران کرونا ایشان به تنظیم و اداره و مدیریت برنامه مجازی خانه ایران که به مطالب فرهنگی، پزشکی، روانشناسی، علمی، تاریخی و غیره می‌پردازد مشغول هستند. خانم دکتر قدسی مدنی، از طرف کانون ایرانیان اتلانتا و خودم از شما تشکر می‌کنم که دعوت ما رو امشب با مشغله های فراوانتون پذیرفتین. باعث افتخار ماست و ما مشتاقانه به سخنان شما گوش خواهیم داد. بفرمایید. خیلی ممنون دکتر ورشگر. ممنون. من افتخار میکنم که شما از من خواستین که در کانون حرف بزنم، برای که من بودم توی سخنرانی شما و همه استادای درجه یک صحبت کردم. از دوستان عزیزی که از کالیفرنیا به من دکتر حسین زاده رو دیدم و دکتر نواب، دکتر معزی، مالک، نحوی، گدیور، مرزی جان، کازینم، سعیدم، تشکر میکنم که اینجا هستم. برنامه امشب مسئولیت و رول هنر در مسئولیت ماست و این با این داستان شروع شد که من یک سخنرانی داشتم برای UCLA راجع به بیماری های ایمنی موقعی که ایدز تازه شروع شد. بعد دکتر نواب به من گفتن یه چیزی هم راجع به
و مسئولیت روان صحبت کن. من هرچی فکر کردم بالاخره یه چیزی رو درست کردم. ولی چون شما بیشتر مطالبتون هنری و ادبی هستش، اونطور که خواستین من بیشتر روی هنر و ادبیات رو اینجا صحبت میکنم. البته دو سه تا پنج شش تا سلاید طبی نشون میدم که یه خود پایه ایمنولوژی رو بتونیم بفهمیم و بعد بگم که چرا چه ربطی به هم داره، اعصاب و مغز ما چه ربطی به ایمنی بدن ما داره. خیلی خیلی ممنون. اگر اجازه بدین من شیر میکنم سلایدو و بریم روی سلاید شو. Mental immunity. صدای من میشنوی؟ بله بله بذارم سلاید شو. تعریف این مسئولیت روانی چیه؟ تعریفش این که پایه اساسی مقاومت و استحکام احساسات ما هستش و برداشتن فکرهای منفی و نگاه کردن به یک اتفاقی که میاد و نتون و به اون اوتوماتیکلی یک واکنشی نشون ندیم و این رو میگن مسئولیت روان، که ما بتونیم صبر کنیم اون ریاکشنی که نشون میدیم اون واکنش حساب شده باشه. یه چند تا سلاید هستش مدیکال. این سلولای پایه‌ای استم سل دو دسته تقسیم میشن. یه دمیان به اسم لیمفوید استم سلز تبدیل میشه به لیمفوبلاست، بعد 20 لیمفوسایت میشن اینا، و وقتی که با یک جسم خارجی در تماس بشه پلازموسل میشه و یه قسمت دیگه تی لیمفوسایت هستن و یه قسمت دیگه ناتورال کیلر سلز. این دست سلول های گلوبول های سفید رول بسیار مهم بازی میکنه توی ایمنی بدن ما. دسته دیگه که مغز استخوان رفتن، اونها گلوبول های قرمز رو درست میکنن، پلیتلت ها که باعث انعقاد خون میشه و کارهای دیگه میکنه اون رو درست میکنن، مایلو بلاست تبدیل به گلوبول های سفید دیگه میشه که اینا مستقیما با عفونت های چرکی، الرژی و عفونت های ویروسی تعدادشون زیاد یا کم میشه. سلول بی سل قبل وقتی که به یک جسم خارجی میخوره تبدیل به پلازموسل میشه، پلازموسل، و این یک سلول بی سل هستش که بی سل ها انجام ایمنی در خون رو میدن، یعنی اینها هستن که پادزهر میسازن. بعد تی لیمفوسایت ها هستند، اینها ایمنی سلولا رو به وجود میارن. وقتی که پادزهر اومد و اون جسم خارجی رو این سلول پلازموسل گرفت، تی سل مثل یه سرباز میاد بالا سرش، با آنزیمایی که داره اون رو سوراخ میکنه و از بین میبره. در نتیجه این کار بسیار بسیار مهمیه، به همه‌شون مهم هستن، که میکشه اون سلولی رو که عفونی شده، که اونو حالا این نشور کلر لیمفوسایت ها اینا میان سلولای مرده عفونتی رو تمیز میکنن میبرن بیرون. ما اصلا مدام روز که فلو میگیریم 3-4 روز دیگه همه چی درست شده، دوباره برگشت سر جاش. و اینا حتی اینا چیز سلولای سرطانی رو میخورن و میبرن. فکر کنین که این یک سلول بی سل هست، لیمفوسایت، و یک جسم خارجی نزدیکش میشه. حالا این جسم خارجی میتونه مثلا موی گربه باشه یا علف باشه یا اینی که یه ویروس کرونا باشه، و اینو بهش میگیم آنتیژن. این آنتیژن ها همشون یک شاخکایی دارن که سپایک، و این سلول بی سل
آنتیبادی یا پادزهر رو طوری میسازه که درست کپی این شاخک ها باشه که اینا به هم وارد هم بشن، قفل بشن و از بین برن. حالا پادزهر یا آنتیبادی چی هستش؟ یه پروتئینی هست که دو شاخه داره، شاخه کوتاهش و شاخه بلندش، و اینجا این اون جسم خارجی یا آنتیژن هستش که این آنتیبادی ها طوری این شاخکشون رو، این ریسپتوراشون رو که قبول میکنن اون جسم خارجی رو میسازن که کپی این جسم خارجی باشه که میبینید قفل شد. الان اینجا این بنفشه یه شکل دیگه است، این قرمزه یه شکل دیگه است. حالا فکر کنین که چقدر این سیستم عزیز بدن ما، چه ایمنیش چه بقیه، واقعا سر تعظیم به اون دنیایی که این سیستم طب و بدن ما رو یا همه جانورها رو درست کرده، آدم پای میاره که این همه جسم خارجی هست و بدن قادره برای هر کدومشون پادزهر بسازه و این پادزهر رو همشون مشخصه اون جسم خارجی هستن، به هم دیگه قرض نمیدن علکی بچسبن. این اون جسم خارجی آنتیجن، ببینین این چه آنتیبادی براش ساخته، چه پادزهری ساخته که درست اینجا قفل میشه. این فکر کنین حالا گربه است مثلا، این حالا ویروسه یا ویروسه. یعنی شکلاشون با هم دیگه فرق داره. ولی بلافاصله بدن یا اون سلولای بی سل قادر هستن طوری خودشون رو تغییر بدن، بسازن که اینا رو بگیرن، قفلشون کنن، وارد سلولا بکنن، سلول خودشون بکنن، بعد تی سل میاد بالاشون داغونشون میکنه. همه رو با هم. چون میخوایم راجع به روان صحبت بکنم، فکر کردم که یک شکلی از کلی از مغز نشون بدم برای دوستانی که پزشک نیستن. این یه برش مغز است، نیمکره ما، قسمتی که فکر میکنه و مغزی که تو مرکز هست. و دو تا چیز اینجا خیلی مهمه که برای کار من به درد میخوره امروز برای نشون میدم. یکی این قده هست، یه کوچیکی به اسم آمیگدالا که این مرکز احساسات ما هستش. یکی هایپوکامپوس که مرکز حافظه ما هست. و اینا چطوری، چه رولی در سیستم ایمنی دارن؟ این رو فقط میخواستم اقلا شکلش رو داشته باشیم ببینیم. این آمیگدالا که گفتیم مثل یه بادوم میمونه، جزوی از لیمبیک سیستمه که وسط مغز هستش و این ترس و اون پیش آمده و بس پس آمده های ترسای عجیب رو کنترل میکنه و همینطور در احساسات و رفتار ما رول بسیار مهمی داره. استرس چیه؟ چرا من راجبش امروز صحبت میکنم؟ یک تجربه هست از یا جسمی، روانی، احساساتی که به ما سخت میگذره و این باعث میشه که آدرنالین بالا بره و آدرنالین که بالا رفت، نبض ما، فشار خون ما و نفس ما تند میشه و این استرس اگر که یه چیزی باشه مثلا یه سگ رو مال من کرده، اکچولی این خوبه، بد نیستش که من یه قدرتی با این آدرنالین میگیرم که بتونم خون، فشار خون بره بالا، بیشترش هم میاد توی پاهای من و من بتونم فرار کنم. یا میمونی میجنگی یا میتونی فرار کنی. این اون لغت fight and flight از اینجا میاد. سو این زیاد بد نیست. حالا بعدی رو، ولی وقتی مزمن بشه، به خصوص بالای سن 50، وقتی مزمن بشه، گفتیم که تی سل ها، بی سل ها، اینا رو قدرتشون رو کم میکنه، تعدادشون رو کم میکنه، هورمون کورتیزول رو میبره بالا. وقتی هورمون کورتیزول بالا رفت، این التهاب به وجود میاره، مغز ما سیمکشیش به هم میخوره. در مقابل کارهای مهم مثل اینکه رانندگی های دقیق اینا، ما کمتر میتونیم راید جا ترمز بکنیم،
یه خودش شلوبل مغز کار میکنه و چانس اینی که زودتر پیر بشیم، فراموشی بیاریم بالا میره و انگزایتی، استراب و افسردگی. پس ببینین این استرا، یعنی فشار مزمن چه بلایی روی ایمیون سیستم ما میاره، یعنی همه رو به هم میزنه. آیا ژنتیک ما رو عوض میکنه؟ بله. این استرس باعث میشه یک اثر منفی روی سلامت تلمریز داره. تلمریز یک آنزیمی هست که طول کروموزوم ها رو درست نگه میداره و چون دی ان ای پر از این کروموزوم ها هست، وقتی که اینا طولشون کم میشه، که البته با سن که ما داریم مسن‌تر میشیم طول اینا کمتر میشه، ولی وقتی استرس بالا باشه طول اینا کم میشه و التهاب میده، زود پیرسی زودتر میده و فراموشی. حالا این یه سلول هستش پر کروموزوم، دی ان ای ما اینجا هستش، این تلمره که مثل یه کلاهکیه که نگهداری میکنه. در جوانی اینا همه درست سالم هستن. ببینید این یک کروموزوم سالم با کلاهک های سالم. حالا که داریم مسن‌تر میشیم و تعداد سلولا زیاد میشه، این تلمرزا، اینا تلمرا کوچیک میشن چون تلمریز آنزیم میاد پایین. ولی کن اگر من اینجا استرس داشته باشم و استرسم مزمن باشه، این زود تبدیل به این میشه. بعد یه اتفاقی که میفته بدترینش اینه که بدن اینو یه جسم خارجی فکر میکنه، یه سلول خارجی فکر میکنه و اون وقتی که بدن شروع میکنه خودش با خودش جنگیدن که بهش میگن آتو ایمیون دیزیز، یعنی خود بدن داره ضد بدن میجنگه. بیماری های مهم و معروفش، یعنی مهم و مشکلش، لوپوس هست، شوگرن دیزیز، بعد ورم و عفونت های ویروسی تیروئید، روماتوید آرترایتیس، بیماری های روده مثل کرون دیزیز و بقیه بیماری های پوستی. سو ما میخوایم اینجا رو سالم نگه داریم که بدن ما تشخیص فکر نکنه که این یه جسم خارجیه. این همون تقریبا حرفایی که زدم. به طور سن سلولا بالا میره، عفونت و استرس هورمون که همون کورتیزول ها باش، کورتیزول بقیه باشن، ترشح میشه. و ولی اگه ما بتونیم روانمون رو آرام نگه داریم، این فعالیت تلمریز سل بالا میره و قد اون کروموزوم ها کوچیک نمیشن و اون همه دردسر پیش نمیاد. این سلاید من از کتاب دکتر روی وانتاما برداشتم. ایشون در UCLA استاد دانشگاه هستن برای سرطان. خودشون بودیستن، پدر مادرشون اهل تایوانن، تایلند هستن و خیلی جوون همه چی تمومی هست. هم پزشکه، تو UCLA درس میده، هم به روح و روان و اون بودیستیش عقیده داره. اون عقیده داره که اگر ما اول باید شفا پیدا کنیم بعد مالجه بشیم. مالجه دست اون پزشک و نرس و اتاق عمل، شفا دست ماست. بدون اون این کار نخواهد کرد. آمده به زندگی ما رو به چهار خونه تقسیم کرده. یکی اول معنویات ما هستش که قوی ترین خونه ما هست. بعد احساسات ما، بعد روان ما و بعد جسم ما. اگر اینجا خراب باشه بقیه تحت تأثیر هستن، اموشن ما، روان ما و بعد از اون جسم ما مریض خواهد بود. من این سلاید رو خیلی دوست دارم.
من خودم بعد از اونی که حالا یکی از بیماری های من اون بود که شما منشن کردین، من واقعا به این عقیده دارم اگر نخواهی خوب بشین خوب نمیشی. حالا من گفتم معنویات یعنی چه؟ وقتی که spirituality یا همون معنویت، روحانیت، اینی که من فکر کنم، ما فکر میکنیم که ما قسمتی از این دنیا هستیم، من از این دنیا جدا نیستم، من همون حقی رو دارم که اون درخت داره، اون گربه داره، من بالاتر از اونا نیستم. اگر اینطوری که پیش داریم میریم، ما تنها مشکل این جهان هستی هستیم و در خودمون با خودمون خوشحال باشیم، در ضمن همیشه شکرگزار باشیم. کسی که شکرگزاری میکنه، در لحظه که من میگم خدا رو شکر که من الان تو این کوویدی یه امریکن اکسپرس دارم، یه امازونم هست، برای منی که در این حالت بودم کووید به من اثری بدی نکرد و من شکرگزار بودم از این که میتونم در یه موقعیتی بودم که میتونستم کارم از دست ندم. این وقتی که ما شکرگزار میکنیم یعنی خیلی راضی. در این خیلی راضی بودن مسئولیت ما رو بالا میبره. این بهترین سلایدیه که من دارم. دکتر فرانکل، ویکتور فرانکل که ما احتمالاً تعداد زیادی از شما میشناسیدشون که کتاب معروفی دارن، اینشون میگن که بین یک محرک و جوابی که ما به اون تحریک میدیم یک فاصله هست. درسته؟ اون سگ دنبال من کرده، من چی کار میکنم؟ یه فاصله هست. حالا فکر کنید یه نفر با من یه بدرفتاری کرد. در اون فاصله قدرت ما در انتخاب جواب ما هست و اون جواب هست که رشد ما و آزادی ما رو میاره. من واقعا این سلاید رو دوست دارم. به نظر من همه رو گفته. ولی مشکل من و اکثر من و اکثر مردم دنیا اینه که اون تیکه فاصله بین محرک و جواب من رو باید درست صبر کنم، درست جواب بدم. شاید هم یک جوابی نباید بدم، وایستم یه نفس بکشم. And یکی از راه‌هایی که ما آرامش پیدا میکنیم بسیار راه مهمی هستش، با طبیعت باشیم. گفتم جزی از این دنیا هستیم، جزی از این طبیعت هستیم. وقتی که شما اینجا وایستادین، اینجا رو نگاه میکنین، من فکر نمی کنم که من بتونم به چیز دیگه فکر کنم و اون موقع است که مغز من این ورور نمی دوه، آرام شده. در ضمن حیرت میکنم که این عکس من از نزدیک خونه خودمون گرفتم. خوشبختانه ما اینجا نزدیک دریا هستیم. And ببینید آیا روز دیگه میشه که این مدل بشه؟ بعیده. حالا این چه رنگی میشه؟ 5 دقیقه که اینجا وایسی یه آرامش عجیب غریبی با آدم دست میده. طبیعت مهمترین پارتیه که ما، قسمتی هستش که ما باید باش در تماس باشیم. این عکسام من گرفتم. اون لحظه که من این نور رو دیدم، چند بار من دریا رو نگاه کردم هر روز و هیچ وقت یادم نمیاد یه همچین عکسی اینجا افتاده باشه. چند لحظه بیشتر نبود، ولی من توی این چند لحظه شاید 10 تا عکس گرفتم و توی اون یکی دو دقیقه من واقعا رفته بودم فرو توی این واو. اون واو آدم رو سر جاش میشونه. اونجا مغز تعطیل میشه، نمیدوه دنبال درد سراش. یه راه دیگه آرامش، مراقبه به فارسی مدیتیشن هستش که ما توجه میکنیم به نفسمون. اصلا خود اون یوگا به لغت هندی یعنی نفس.
به اون توجه میکنیم و خیلی راحت میتونیم با این بخوابیم. و یکی دیگه هست که ما خودمون رو دوست داریم، انقدر خودمون بلیم نکنم، نه که خودخواه باشیم ولی با خودمونم خوب باشیم، فکرای مثبت بکنیم و فکر نکنیم که دنیا سر ما خراب شده. نه، نمیشه، میگذره. راه دیگه مدیتیشن یا مراقبه که این مثل مارشال آی این مدیتیشن، ببخشید، مدیتیشن چه میکنه؟ شناخت ما رو، واکنش های ما رو، توجه ما رو و حافظه های کوتاهی که لازم داریم رو تقویت میکنه، برای که سرمون رو تمیز میکنه. به همین سادگی که میشه گفت به ما اطلاع میده، یعنی از احساساتمون رو به ما میشناسونه، خودمون رو میشناسیم، خوابمون رو بهتر میکنه، استرسمون رو کمتر میکنه. راه های متفاوتی هست برای مراقبه یا مدیتیشن. من حالا دارم کم کم به پله های دیگرش هم میرم. این استادی تو هاروارد انجام شده، فانکشنال MRI کردن، 8 هفته اومدن نگاه کردن ببینن اونایی که مدیتیت کردن بعد از 8 هفته اون امیگدلا چه اتفاقی براش بیفته، اونی که با احساسات ما احساسات خوب یا بدمون حساس میشه. و بعد از 8 هفته متوجه شدن که کسایی که مدیتیشن کردن اونا آرامتر هستش اون امیگدلاشون و اونقدر فعالیت های بی خود نداره. و این از هاروارد تو تا 2011 هست. تایچی که بیشتر شما میدانید و چینیز هست، این مارشال آرتی هستش که توی چینه و یک حرکات، من یکی از همسایه ما اهل تایوانه و مستر تایچی هست، وکیله. و این آقا وقتی تایچی میکنه، ما چهارشنبه میرفتیم قبل از کووید اونجا برای پیشش، این مرتب یه حرکات ملایم بدون قطع بشه و بالا میره پایین میاد بالا و تمرکز مغزش اینقدر قویه که فکر کنم اگه اونجا یه اتفاقی هم بیفته نخواهد فهمید. و این توی اینجا داره آنسو نشون میده که در دنیا تضاد هست و اگر این به یه طرف داره میره بالا، این طرف هم میاد پایین دوباره میره بالا، تضادها رو هم دارن روش صحبت میکنن. بسیار آرامه و با اولا که قدرت فلکسیبیلیتی ما رو زیاد میکنه، احساساتمون رو متعادل میکنه و با استرس میجنگه. And این استادی از توی دانشگاه هاروارد. دانس، چرا رقص مهمه؟ میگه من نمیرقصم، فقط نمیرقصم، من دارم اجرا میکنم، من نفس میکشم، من میبینم دنیا چجوری داره میگذره، من احساساتم رو بیان میکنم، من با قلبم دارم راه میرم، من همه دیوارا رو میکشم پایین میارم، من دیگه غمگین نیستم، من دردم رو از بین میبرم، من میذارم بگذره، من میخندم. نه، من فقط نمیرخصم، من خیلی کارهای دیگه میکنم. این سلاید میخوام بگم که از در ایران 6-7 هزار سال پیش
توی تپه سیلک که نزدیک کاشان هستش، وقتی که فرانسوی ها آمدن، مشخصا زمان شاه بودش که اونجا رو بکنن و تپه رو ببینن چه خبره، این تو موزه لوره و خیلی قشنگ داره نشون میده که دستشون رو با هم گرفتن و احتمالا دارن لاین دنسینگ میکنن. چیز جدیدی نیست و تو تمام قاره ها و نیشن ها رقص وجود داره. زیبایی رو ببینید. رقص. رقص یکیش میتونه یک مدلی که هر جا آدم دلش خواست برسته. بهش میگن اینجا فری استایل. توی این فری استایل شما احساسات خودتون رو با حرکت بدنتون مثل یه زبان بدن بادی لنگویج دارین نشون میدین و این نشان رو دارین با خودتون حرکت میدین توی فضا. ولی بالروم دنس حساب کتاب داره و با ریتم موزیک باید پاها حرکت بکنه و ملودی بقیه بدن رو میرقصونه. حالا میخوام بهتون یه فری دنس نشون بدم. یک کسی که خودش داره میرقصه برای اینکه اون موزیک رو میشنوه و احساساتش رو بیان میکنه. این دختر کوچولو 5 سالشه. ببینید چقدر قشنگ با موزیک. من مطمئنم این دختر حتما رقصش خوب خواهد بود، حالا هر کار دیگه بکنه. چطوری وای میستاد، بعد دستش رو چجوری میاره پایین، چطوری نگاه میکرد، این احساساتش رو با اون قدرت موزیک داره بیان میکنه. چرا اینقدر قدرت داره دنس؟ یکی از مهمترین وضع هستش که یک آرتیست میتونه هنرش رو نشون بده، چون خیلی خیلی چیزا توشه، میتونه احساساتش رو نشون بده مثل اینکه داره با بدنش صحبت میکنه و این قدرت با قدرتی که از این حرکات با قدرتی که از موزیک میگیره و از اون صحبتی که اون حرفایی که اون زبانشون رو بشنویم میزنه از اون قدرتش بیشتر میشه. مثلا من اسپانیش بلد نیستم، اگه بلد بودم حتما میتونستم بهتر برخصم. اثر دنس اینا رو میخوام زود ازش رد شم چون ممکنه وقت کم بیاد. یکی اینکه نوروپلاستیسیتی و نوروجنسیس. نوروجنسیس یعنی تعداد سلول های مغز رو زیاد میکنه، نوروپلاستی یعنی ارتباط سلول های مغز رو بیشتر میکنه با هم دیگه و هورمون هایی که سروتونین دوپامین که برای خوشحالی ما لازمه رو کنترل میکنه، افسردگی و استراب از بین میبره. کسایی که ریتم قلبشون نامنظمه رو میتونه منظم بکنه. در ضمن مثل یه فیزیکال تراپی میتونه کار بکنه که میکنن این کار رو به خصوص تو مریضای پارکینسونی و مریضای کنسری مشکل. این داستانه که گفتم اینا از نیو انگلند جورنال آف مدیسین هستش که استنفورد و البرت آینشتاین این کار رو با هم کردن. این نوروجنسیس که گفتم اضافه میشه، این سلولای اولیه تعدادشون نه همه جای مغز، جای مشخص مغز تعدادشون زیاد میشه و ارتباطشون با هم بهتر میشه. And سروتونین چه کار میکنه؟ سروتونین یک هورمون هستش که ثبات میاره به احساسات ما و حال خوب ما و خوشحالی ما. سروتونین هم تو مغز هستش هم تو روده. باید مواظب روده بود. وقتی که آدم استراب داره روده به هم میخوره، این بدون شک
این نوروپلاستیک ببینین چطوری اینا با هم ارتباط دارن و اینا باعث میشن که فرم مغز ما هم عوض بشه. چون مغز یک عضو محرک یعنی حرکت میکنه، این مغز مرتب حرکت میکنه و جواب میده به اون چیزایی که از بیرون گرفته شده. این حرکت خیلی مثل آب خیلی ملایم هستش. بذاری اینو بگذارم. این خیلی حالا سما، این هم یک مراقبه یا مدیتیشنه که حقا که یه دنس باشه. سما از سم میاد، یعنی لغت عربی هستش، یعنی شنیدن. رقص هم لغت عربیه و شنیدن دقیق، خیلی عمیق، قبول کردن، برگشتن به حقیقت و تکامل و یک سفر که نمیشه توضیحش داد بین عشق و روان هستش. و وقتی به وجد میاد مثل یه حالت خلسه نشون میده. توی سما یه درویش خوب میرخصه. کی درویشه؟ درویش کسی هست که بتونه یه پلی بزنه بین مادیات دنیا و معنویات دنیا. اینا عبای سفید میپوشن برای این رو که کفن غرورشونه و اون کلاه سیاهشون این سنگ قبر غرورشونه، یعنی دیگه به فقر و فنا رسیدن. موزیکشون ریتم قلبه و به طور مثل مدل ساعت میچرخن، همونطوری که زمین دور خورشید میچرخه و سر به طرف چپ گرفته میشه، دست راست به بالا، دست پایین به طرف زمین. و توی این موقعیت که یک مراقبه بسیار قوی هستش، بدن و مایند و روان آزاد میشه. برای که حوصلتون نونستر نره یه چیزه دیگه.
یه تحقیق مهم دیگه دوباره نیو انگلند جورنال آف مدیسین اینجا میخواد ببینه که چه کار ما میتونیم بکنیم که فراموشی نیاد، آلزایمر کمتر باشه. این توی این در نیو انگلند جورنال آف مدیسین منتشر شده. آمدن 429 نفر رو که سن بالاتر از 50 داشتن ازشون خواستن که توی بیاین فقط این سوالا رو جواب بدید. بعد یه در کنترل نگه داشتن، گفتن هر کار میخوایم بکنیم بریم بکنیم و این ازشون کوشنر پرسیدن و برای حدود 20 و چند سال اینا رو دنبال میکردن حتی تا اتوپسی. گفت یکی گفته خب گفتن فیزیکیز فعالیتاتون چیه؟ دنس کرده، یکی کارهای خونه میکنه، راه میره، از پله بالا میره، دوچرخه میکنه، دمدم شنا میکنه، بازی والیبال میکنه، میره جیم، بیبی سیتینگ میکنه. بعد گفتن خب برای کارهای دیگه‌تون چیه؟ دوباره بازی میکنن روی تخته، قمار بازی میکنن، یعنی کارت بازی میکنن، یکی میخونه، یکی موزیک میزنه، یکی پازل چیز جدول حل میکنه، یکی مینویسه، یکی دیگه با بقیه بحث میکنه. بعد اگر که دکتر نواب اینو خوب میتونن تشریح بکنن، اگر نگاه بکنین پی ولیوی کسایی که دنس میکنن، یعنی اینا وضعشون از نظر آلزایمر گرفتن و فراموشی از همه کمتره، و کسایی که گیم بازی میکنن روی میز تیبل و بعدشون میشه اونایی که جدول بازی میکنن. چرا؟ بعد که به اتوپسی و اینو رسیدن و تعداد مغز سلولا رو شمردن و اینا، تصمیمشون اینه که دلیلش چی بود که اینطوری شد، این دوتا چرا؟ برای اینکه توی بار روم دنس یا توی دنس هایی که با یه نفر دیگه دارین دنس میکنین و باید اونطوری برقصین، یا وقتی دارین بازی تخته میکنین، شطرنج میکنین، پوکر بازی میکنین، مرتب باید تصمیمتون عوض بشه بسیاری داری که اون طرف چطوری بازی میکنه. یعنی این rapid decision making مرتب داره ورزش میده به مغز و تعداد سلول هایی که من گفتم نوروجنسیز، یعنی سلول های جدید به مغز اضافه میشه، داره زیاد میشه. اگر که من بتونم این دوتا کار رو با هم انجام بدم، مثلا 100 تا سلول مغزی سالم داشته باشم، بعد از شاید 2-3 سال 150 تا داشته باشم، در نتیجه چانس اینه که فراموشی بگیری رو میاره پایین. حالا بالروم دنس چیه و چرا مهمه؟ صدای پیانو رو میشنوین، دینگ دینگ دینگ، اون میگه پاها چطوری باید حرکت کنه، موزیکش چطوری بدنتون رو اینجا این خانم مجبوره یا حتی اون آقا با اون موزیک برخصه و خانومم باید دنبال اون انجام بده، یا اینکه برعکس، برعکس هم میتونه باشه. حالا موزیک چطور میشه که ما میشنویم؟ میاد از گوش رد میشه، والیومش کم میشه، میاد روی ورقه‌ای که مغز رو گرفته وارد اون میشه، بعد میاد تو قسمت هیپوکامپوس و سربلوم و امگدلا. اینجا بود که گفتیم احساسات خوب و بد ما اینجا میاد. اینجا بود که گفتیم خاطره رو زیاد میکنه، حافظه رو.
و این صداها بعد میرسه به مرکز شنوایی در مغز. وقتی که میرسه به آمیگدالا، احساسات ما، اونی که احساس میکنیم، باعث میشه که وقتی دوست داشته باشه موزیکو و بازنش میشه که یک هجوم زیادی از دوپامین، یه مقدار زیادی دوپامین آزاد بشه و اون احساس خوبی میاره. موزیک کلاسیک سروتونین رو بالا میبره. And هیپوکامپوس هم که گفتم این بیتار یادشه، یادمه که موزیک کردی چجوری رقصیده میشه، مثلا تفاوتش با موزیک اهوازی بندرعباسی. این اونجا تو هیپوکامپوس خاطره میمونه، حافظه این بیتا میمونه. به همین دلیل ما میتونیم رقصمون رو عوض بکنیم در یه دقیقه. این دوپامین هستش که اگر وقت داشته باشیم من نشون میدم، بعد بیشتر خیلی چیزا رو کنترل میکنه. و حالا چرا خوبه که برقصیم؟ به رشد به ما کمک میکنه، برای که وقتی ما خوب بخوابیم، برینمون آرام باشه، اون وقتی که بدن ترمیم میشه. زمانی که ما میخوابیم بدن ترمیم میشه. اگر که اشکال داشته باشیم و استراب داشته باشیم، نه خوابمون بد باشه، بدن ترمیم نمیشه. توی بیماری های الزهایمر خیلی کمک میکنه، همونطور که گفتیم. برای کسایی که اعتیاد دارن، با موزیک میتونه بهشون کمک بشه که اونا ترک بکنه. و ضربه های مغزی و اشکال های جسمی و درد های طولانی. توی اتاق زایمان و اتاق عمل پزشکان میدونن که با کسایی که خودشون بچه دار شدن، بهترین کسی که موزیک رو میذاره انستزیولوژیست ها هستن. اونا موزیک های میذارن که همه آرام باشن. این یه تحقیق جدیده، با کووید شروع شد. مشخصا فکر کنید از کجا؟ از ایتالیا. اینا اومدن، نرسا و پزشکایی که دارن با مریضای کووید کار میکنن، هر 2 ساعت 20 دقیقه فرصتش توی اتاق که اینا موزیک گوش کنن. و دارن الان اینا رو مطالعه میکنن. و هنوز احتمالا جوابش 1-2 سال دیگه در میاد. متوجه شدن که این خانم برای 20 دقیقه که برمیگرده، اینا یه آدم جدیده. و از مریضش خیلی بهتر داره نگهداری میکنه، تا اینکه مثلا 6 ساعت 8 ساعت پشت سر هم کار بکنه. این تحقیق توی دانمارک انجام شده. این همون دختر کوچولویی که رقصید پارسالشه. این دختر کوچولو باعث خوشحالی من میشه، ولی توی دانمارک متوجه شدم کسای پدر بزرگ مادر بزرگ که با بچه‌های نوه‌هاشون زندگی میکنن خوشحال‌تر هستن از بقیه که تنها هستن و فراموششون خیلی کمتر میشه، چون مرتب باید با این بچه در تماس باشن و بتونن برخورد کنن، جوابش رو بدن، دنبالش باشن. و این بچه‌ها به همین دلیل توی دانمارک کسایی که تنها زندگی میکنن میتونن توی یک گروه‌های یک کامیونیتی سنترای زندگی بکنن که بتونن با بچه‌های دیگه بازی بکنن. و برای این بچه‌ها هم خوبه که با یه مادر بزرگ بازی کنن و با اونا، یعنی یک خانواده تکمیل میشه. حالا میریم روی هنر. این حرف پابلو پیکاسو هستش که هنر از زندگی هر روز ما، این گرد و غباری که روی روان و مغز ما نشسته رو میشوره. پابلو پیکاسو. اند اینجا این خانم مونده که منظور پیکاسو چی بود. ولی همینی که داره به این فکر میکنه و فقط داره به این فکر میکنه، به همین دلیله که ما میریم موزه. این عکس رو من گرفتم از زیباترین مجسمه که من دوست دارم. آپولو و دفنی هستن که برنینی اینو در
درست کرده. این مجسمه obviously میدونین که خدایان یونان هستن. فکر کردم به جایی که من توضیح بدم که واقعا دور این گشتن برای نیم ساعت یا یه ساعت چقدر جالبه، یه ویدیو براتون میذارم. We're in the Galleria Borghese in Rome, and we're looking at one of Bernini's first major commissions, Apollo and Daphne. This is a fabulous story of Eros, the god of love, causing quite a bit of mischief. People may know Eros as Cupid. And what happens is Apollo, the god of music and poetry, insults Eros, and Eros takes his revenge. Eros fashions two arrows, one made of gold and one made of lead. He pierces Apollo with the golden arrow, which makes him fall in love with the nymph Daphne. And he pierces Daphne with an arrow of lead, which makes her repulsed by Apollo. Now, Daphne, we should say, has dedicated her life to being a virgin, to remaining unmarried. This was very important to her. And so she flees Apollo's advances. But Eros gets involved again, and while Daphne is very swift and is able to flee from Apollo, Eros gives Apollo a bit of a push, and he catches up to Daphne. Daphne has beseeched her father, a river god, to help her escape, and he intervenes so that at the moment that Apollo catches up with her, she turns into a laurel tree. And that's what Bernini gives us. This is the very moment when Apollo catches up with Daphne, wraps his hand around her torso, and she begins to transform into that tree. And we can see the bark growing out of the earth, coming up around her, her fingers turning into branches and leaves, her toes forming into roots. Even as Apollo reaches around her waist to touch her belly, his hand touches only bark. And so it is this moment of transformation. And what a perfect subject for Bernini, who transforms this rock marble into something that looks as if it's in motion and it's living flesh. Typical for Baroque art, this caught moment in time, figures in motion. Apollo on one leg, the other leg behind him, the drapery flowing out behind him in midair, Daphne's hair also pushing back. We feel them moving through space. We feel the atmosphere around them. We forget that this is marble, an unforgiving stone that is brittle and heavy. Well, especially those laurel leaves that grow between them. They are so delicate and so easily broken. It's true. With a hammer and chisel, it is so easy to chip away and have something break. This stands in such contrast to the Renaissance, where you have a sense of stability, you have a sense of clarity. Here, there's a wonderful sense of disorder, a sense of confusion, a sense of change and motion. Well, we could think, for example, of an early work by Michelangelo, like the Pietà, where the forms take the shape of a pyramid, the most stable of forms. But here in Baroque art, we're interested in instability. We see arcs. We see the arcs of the body, the arcs of the arm, the arcs of the drapery. The drapery is my favorite, because if you follow it and have to move around the sculpture to see where it goes, starting at Apollo's hip, wrapping around, going over his shoulder, and then finally moving around Daphne herself. But it's important to note that the sculpture was intended to be against a wall, and it originally was. The sculpture is now in the center of the room, which allows us to move around it, but it does have its most perfect view in front. And also to the side is a lovely view. And what's especially interesting to me is the difference in the expressions between Daphne and Apollo. Apollo seems to have just the beginnings of a recognition of the tragedy that is taking place, that he's both catching up with and also losing forever his beloved Daphne. Although it seems to me that he's on the side of, I'm still going to have Daphne, I'm still going to have what I want. His face still looks mostly tranquil to me, but his right arm reaches behind him, and the way that his wrist is flexed feels to me as though there's that moment of, oh no, something is happening. A bit of surprise, especially the way those fingers splay out. And simultaneously, Daphne's face is both an expression of horror and of a kind of blankness. We see both her recognition and her loss of her humanity. Yeah, I mean, this is a tragic thing. She has chosen to return to the earth, to a non-human form, rather than be beloved by the god Apollo. But we're in the gap. زیبایی رو دیدین؟
من فکر می‌کنم این مجسمه دوست منه. هر وقت میرم روم یکی دو بار میرم سراغش. این من کارهای برنینی رو تمام روم دیدم، خیلی هم تعدادشون زیاد هستن. اینی که از یه سنگ میتونه احساسات و حرکت رو با هم دیگه نشون بده، موشن و اموشن نشون بده، جینیس. و نگاه کردن به زیبایی ها ما رو به آرامش میاره. تیکه خاکستری مغز ما رو تقویت میکنه، قدرت حس و احساسات و حرکت های ما رو زیاد میکنه و مقاومت ما رو در مقابل پیری زودرس بالا میبره و میتونیم اون لحظه که میکنیم، اون مومنت، اون موقعی که آرامش پیدا میکنیم و بدن ترمیم میشه، مغز آرام میشه. برای همینه که رفتن موزه، دیدن زیبایی طبیعت، اگه وقت داریم این آهنگ رو براتون میدونم. اینجا رو که من نگاه میکنم، این همین الانم هم زیباست. 4 نفر آدم زیبا اونجا نشستن، موزیک میخوان بزنن، موقع پاییزه، ببینید صحنه چقدر زیباست. یعنی این الان تصویر زیباییه. بعد یه آهنگ زیبا میزنن و اون روی اون آهنگ اون ریتمی که داره و اون ریتم من باش خاطره دارم، چون من مال ایرونم، زبونشونم میفهمم. این آهنگ منو به وجد میاره و انشالله شما هم دوست داشته باشید.
نگین که دوست نداشتیم، چون این همه اون فاکتورایی که آدم رو خوشحال میکنه توش بود. زیبا بود، به گوش خوب میامد، ریتمش قشنگ بود، خاطره باش داشتیم، همه چی رو با هم داشت. و ما یک کشوری میاییم که دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ. ای هیچ برای هیچ، بر هیچ مپیچ. دانی که پس از عمر چه ماند باقی، مهر است و محبت است و باقی همه چی. مولانا. و این که گفتم از یک کشور میام، ما از یک فرهنگ بسیار غنی میاییم که کتابای ما همه چیز رو میتونه بگه. خیلی ممنون از توجهتون، انشالله که دوست دارم.